اسلام در خطره؟ شما دستت تا خرخره در جلوی مردم و ثروت مردم، اسلام در خطره؟ هواپیماهایی که چپ و راست داره توسط حکومت اسلامی و خانواده خامنه‌ای، ثروت این جامعه داره به خارج از کشور فرستاده میشه، اسلام در خطره؟ چرا فقط وقتی که پول حساب پول نفت و گاز این ملت میشه اسلام در خطره؟ وقتی که میگیم این حکومت رو نمیخوایم اسلام در خطره؟ در صورتی که مسلمانان قیام کردن و میگن دیگه از باورهای مذهبی ما استفاده نکنید و سوء استفاده. آقا میخوایم مسلمون بمونیم، اعتقادات خودمون برای خودمون محفوظ، ولی چرا جیبمون رو میزنید؟ نفت و گازمون چی شد؟ وعده وعیدهایی که دادید هی گفتید فردا، ماه دیگه، 6 ماه دیگه، نمیشه، نمیذارن، نمیخواد، دروغ پشت دروغ. شما زندگی های نجومی خوبی داشتید، ملت هر روز فقیرتر و فقیرتر. چرا اسلام برای زندگی های شما در خطر نیست؟ چرا این هر کدام از شما اسلحتون رو ببوسید وارد ملت بشید، در کنار ملت قرار بدید؟ نمیگم اسلحتون رو بگذارید زمین، به هیچ عنوان هیچ نظامی نباید اسلحه‌شو زمین بگذاره، بلکه با اسلحه به ملت بپیونده. شاید در بعضی از شعرها نشست میگن آقا تفنگت را زمین بگذار. نه، اتفاقا من به هیچ عنوان چنین نیستم. نمیخوام از شما به هیچ عنوان که استعفا بدید یا از گروه که هستید خارج بشید، بلکه متحد در کنار ملت قرار بگیرید، با اسلحه هاتون، با تجربیاتتون، با حضورتون، با وجودتون در کنار ملت قرار بگیرید، به جای اینکه بخواید ملت خودتون رو بکشید. به چی میخواید دست پیدا بکنید؟ به کجا میخواید برسید؟ با کشتن جوانانی که ثروتمند هستن ولی آرزوهاشون دزدیده شده و مورد اصابت گلوله قرار گرفتن، به چی میخواید برسید؟ اسلام در خطره. جوان وقتی که مردمی میان میگن آقا ما مدیریت شما رو نمیخوایم، اصلا ربطی به اسلام نداره، مذهب خودمون هم داریم ربطی به شماها نداره، هیئت‌های خودمون، عزاداری‌های خودمون هم برگزار می‌کنیم ربطی به شماها نداره، ولی به اسم حسین جیب ملت رو نزن، به اسم علی چپاول نکن، به اسم فاطمه زهرا و زینب و اکس و ایگرک دستت در خزانه ملت نباشه و همه چیز رو، آسایش رو در خدمت خانواده خودت رو یک سری عیاش به راه بندازی که همه حساب‌های بانک نجومی در خارج از کشور دارن. شما نظامیان دارید از چه کسانی پدافند میکنید؟ از این افراد؟ به چه شکل؟ به چه هدفی؟ حفظ اسلام که دارم بهتون عرض میکنم. دیگه آدم باید واقعا از مغز تو خالی باشه اگه به اسلام دروغین اینها تکیه بکنه، یا به روش زندگیشون. در مردم میخوان بهترین فرزندشون بره براشون کار بکنه، متخصص ترین آخون چه تخصصی داره غیر از این که بحران آفرینی بکنه، همه رو با نیرنگ به جون هم بندازه و در نهایت بشینه به ریش این ملت بخنده که بازم سرشون کلاه گذاشتم، بازم خوردم، بخندن به این جامعه. این جامعه دیگه هیچ اعتباری برای آخوند و بچه آخوند و حکومت اسلامی به این شکل نداره. این نظام اسلامی رو نمیخواد، این ولایت فقیر رو نمیخواد، و شما بدونید که دارید این ملت رو به خاطر حفظ منافع خودتون از یک سو، به خاطر چکایی که میگیرید، از طرف دیگه شاید ترس و نداشتن اراده کافی نابود میسازید، هم کشور رو، هم ملت رو، هم کشورهای حتی مسلمانان هم جوار رو. برای چی جنگ در اسلام؟ اونها پیامبرش همون پیامبری رو دارن که شما دارن. حالا سنی صحبت اصلا بر سر مذهب ستیزی یا اسلام ستیزی نیست، صحبت بر سر آخون ستیزی و کلاه بردار ستیزی و جیب بر ستیزی و شارلاتان ستیزی است. و جامعه جهانی تا قبل از این، به خصوص کشورهای اروپایی، برای حفظ منافعشون هوای حکومت رو داشتن و تا بزن هنوز دارن. سایر کشورهای عربی متحد شدن و دارن برای خودشون، اگر ملت ایران به پا نخواست، برای حفظ منافع خودشون با حکومت اسلامی در جنگ خواهند بود. و اون موقع حکومت اسلامی میخواد چیکار بکنه؟ مطمئن باشید در تک تک خونهاتون رو میزنه، بهترین فرزنداتون رو میاره بیرون، به اسم اینکه باید بری سربازی، به اسم اینکه از سربازی رفتی، بله ما در این برگه نوشتیم که مجددا باید بیای اگه احضارت بکنیم. برای چی؟ ولایت فقیه اونجا خارج اسلامی گرفته که شما باید جون بدید.
به خودتون بیاد. زمانی که من به جنگ و ما به جنگ رفتیم، ما برای دفاع از میهن رفتیم، نه برای دفاع از آخوند و بچه آخوند. حتی کسانی که با من در جنگ بودن، اینا اصلا مسلمون بعضیشون نبودن، ولی همپای ما اسلحه هاشون رو برم داشتن. اینقدر شلیک میکردیم که لوله های اسلحه ما ذوب میشد رو دشمن، کسی که اومده بود به ما تجاوز بکنه. اینا اشغالگرن، صاحب همه چیز شدن و شماها به گونه ای براتون نشون دادن که باید با اینا کنار بیاییم، کنار بگذاریم. هموطنان نظامی من، برادران من، پدران من، پیشکسوتان من، دست به دست هم بدید، نترسید. مرگ یه بار، شیونم یک بار، جای دوری نمیره. به ملت بپیوندید با اسلحه هاتون، با سلاحاتون، سلاحاتون هم زمین نگذارید، درجه هاتون هم حفظ کنید. به شما قول میدم هموطنان نظامی من، برادران من، پدران من، پیشکسوتان من، دست به دست هم بدید، نترسید. مرگ یه بار، شیونم یک بار، جای دوری نمیره. به ملت بپیوندید با اسلحه هاتون، با سلاحاتون، سلاحاتون هم زمین نگذارید، درجه هاتون هم حفظ کنید. به شما قول میدم مردم درجات بالاتر به شما خواهند داد برای اینکه اینها رو حفظ کردید. ولی شکل دیگه‌اش چیه؟ این مردم رو سرکوب بکنید، بکشید، آخرش چی؟ به کجا دست پیدا می‌کنی؟ هنوز غلامه آخونده بچه آخوندی، هنوز اسیری، هنوز بله قربانگوی اون هستی، شخصیت نداری. تفنگ و اسلحه و اینها که شخصیت نمیاره برات. تا در یک نظام دموکراتیک که مردم به تو میبالند که همسایه دیوار به دیوارتن، نظام یک روزی خواهد رفت. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، مطمئن باشید. این نظام ورشکسته است از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی و حمایت های بین المللی. جهان داره دست به دست هم میده که راه ها رو یکی پس از دیگری رو به این حکومت ببنده. شما با چه چیزی و با چه کسی میخوای بجنگی؟ در چند جبهه میخوای بجنگی؟ برای چی میخوای بجنگی؟ نمیخوای روزهای خوش مملکتت رو ببینی؟ من مطمئنم میخوای. پس فکر کن راجع به حرفایی که زدم بهت. این واقعیت بهت گفتم برادرم، این واقعیت رو بهت گفتم. بستگی به خودت داره که کدام راه رو انتخاب میکنی. و مطمئن باش هر کدام از شما که در این اجتماعات به ملت میپیوندید، ملت غرق در شادی خواهند شد. شما به ملت یاد خواهید داد که به جایی حمله نکنند. و مطمئن باش هر کدام از شما که در این اجتماعات به ملت میپیوندید، ملت غرق در شادی خواهند شد. شما به ملت یاد خواهید داد که به جایی حمله نکنن، بزنن بشکنن و آتیش بزنن. شما با قدرت اجتماعی مردم که صاحب اسلحه نظامی هم هست، قدرتی پیدا خواهید کرد که در کمترین زمان حق و حقوق آخوند و بچه آخوند کف دستش میگذاری و اونها خودشون در همون ساعتهای اول فرار خواهند کرد. به شما قول میدم این واقعیته، چون اونها هم فهمیدن که این جنگ، جنگ با مردم درون خیابانها و یا جنگ شیعه و سنی، در نهایت شکست خواهند خورد و اینجا فقط زندگی خودشون و خانوادهشون و تمام کسانی که دست در این جنایت داشتن هستش که